صبح بخیر. وقتی تو داشتی خواب هفت پادشاهو میدیدی من زود بیدار شدم و به کارم رسیدم. خودت درست کردی یا اینترنت؟ از اینترنت هم یکم کمک گرفتم، ولی عرق پیشونیمو ببین، همه چی خودم آماده کردم. چرا نمیشینی؟ بشین دیگه. نکنه عرقاتو نیم رو ریخته باشم؟ این چه حرفیه چندش؟ بینم پس تخم مرغش کو ها؟ بیا اینم از تخم مرغ، اینم یه نوعشه. خیلی شیرینه. پنکیک. پنکیک؟ پنکیک بابا پنکیک. کشش نده بخور. بشین من باز میکنم. اگه ایلهام باشه. وایسا. دویگو خانم هستن؟ بله دویگو منم. این مال شماست خانم. اینجا رو امضا کنید. روز خوش. خیلی چکرم، خسته نباشی. از کیه؟ لعنتی. چی شده؟ لعنتی. بابا. بابات نامه نوشته؟ نقصاتش پرداخت نشده. یعنی چه قصه بابام پرداخت نشده؟ مرد قصه خانه سالمندان بابا پرداخت نشده. بابا تو سالمندانه؟ چیچک شانسی که تو داری هیچ کس نداره ها. تو با خواهر دو کلون بحث کردی درهای ویلا به رود وا شدن و واقعا که دختر پاد به ویلا وا شده دیگه اینجا پیدا نمیشه و ما رو نمیشناسی. تو رو خدا بذاریم یه لقمه نون از گلمون پایین بره. دختر تعریف کن ببینم اتاقت چطوره؟ ای بابا یه اتاق معمولیه دیگه، اتاق روبروی خالده خانومه. ما هم فکر میکردیم گل رو خانوم ویلاس. آدم خواهرشو میفرسته طبقه خدمتکارا. من بودم به هم بر میخورد، یه دقیقه هم نمیموندم. واقعا اینطوری پاکیزه خانوم؟ مگه تو طبقه خدمتکارا باشه چی میشه؟ اتاق دیگه. منم خدمتکار این ویلا، مگه چیه؟ من نرفتم اونجا که تو ویلا بمونم، رفتم چون دیگه تحمل اینجا موندن رو نداشتم. نوش جونتون. اینم حسابی جوگیر شده، با یه بهونه و یه دوا خودشو انداخت تو ویلا. شما چرا باز پریدیم به هم؟ قنچه لطفا دیگه ساکت شو. ای بابا به خاطر یه چیز مسخره. بهونش بود که تو ویلا بهش اتاق بدن. آها پس دیگه الان اینجایی، حتما وقت حرف زدنه. گوشم با توه. اومدم اینجا که در مورد تو حرف بزنیم نه من. نمیشه همینجوری بگی که در مورد من حرف نمیزنیم. ازدواج با گلفام از کجا در اومد ها؟ چیزی به اسم مد ازدواج در اومده که ما خبر نداریم؟ تانر نقشامون جا به جا شدن. دلم خواست با گلفام ازدواج کنم و کردم. سوال دیگه ای هم داری؟ دارم. اما زده به سرت ها؟ باشه قبول، اون عشق سابقته. به اندازه ازدواج گل رو جهان مسخره نبود نه. ولی همتون با هم تو یه خونه زندگی بکنین واقعا مسخره است. پسرم من اینجا نیومدم برای ازدواجم حساب پس بدم. درست صحبت کن، حواستم باشه کی جلوت نشسته. مشکلت با چیشک چیه؟ مشکل بفهم، مشکل اینه. تازه تموم شده. شما تو تله قنچه افتادین. چیچک حرفتو باور نکرد، تو هم ازش عصبانی. خب درکتون میکنم، ولی پسرم شما تو قشنگترین سالای جوانیتون هستین. چرا از رو لج و لجبازی این رابطه یه قشنگو خراب میکنی ها؟ در ضمن واسه قرار مکان خوبی رو انتخاب کردی. بیا چیچک. داداش امی. بیا عزیزم بیا بشین. جوونا شما قشنگ حرفاتونو بزنین، با هم سنگاتونو وا بکنین و آشتی کنین. باشه؟ تانر فقط یه
چیزی ازت خواستم. گفتم فقط دو ماه قصه بابا رو بده. وضعیتمو برات گفتم، ازت خواهش کردم، التماس کردم. تو که همه چیو میدونی، من پول ندارم، دارم میرم سر کار، یه جوری بهت پس میدم. ولی تو چیکار کردی؟ دو ماه گولم زدی و حتی پولم ندادی. میگم اون مردو از سالمندان میندازم بیرون، میفهمی؟ بیوشتان، ازت متنفرم. برو به درک، ایشالله تو پولات خفشی بمیری. به اعصابت مسلط باش دختر جون، معلومه دیگه پول نمیده. باید بده، پولش میکنم، اون هم به من بده، کار هم به با. خب اون مردی که نمیده دیگه. دلم میخواد بگم که اون مردی که کیه، ولی از هر تیم که ازش یه چیز دیگه در بیاد و جنی بشم چیزی نمیگم و ساکت موندم. مردی که نیست، مادرمه. مادرت بود؟ مادرت هم پیش باباته، تو خانه سالمندانم. کسی که پشت تلفن بود مادرم بود. چی داری میگی؟ پس تو چرا اینجوری با مادرت حرف زدی؟ سنگ میشی یا؟ تو هیچی نمیدونی. حرف نمیزنی که، وقتی تو نمیگی من چجوری میتونم بدونم؟ ها؟ نمیدونم چه کاری از دستم برمیاد، احتمالا کاری بر نمیاد، ولی خب حداقلش دستتو که میتونم بگیرم. اشکاتو که میدونم پاک کنم. واقعا میخوای وارد زندگیم بشی بدون اینکه سرکوفتم بزنی؟ میخوای واقعا درکم کنی؟ میخوام عزیزم، بیشتر از هر چیز دیگه ای میخوام. پس بیا بریم. من نفهمیدم چرا خواستی تو جلسه مشاوره شرکت کنی؟ لازم نیست شرکت کنی، چرا بخوای شرکت کنی؟ دکتر تینطوری صلاح دونسته، معلومه که فایده ای داره. نه تو کار داری، تو باید بری آتلیه کار داری. من یه وقت دیگه میای. ببین من هیچ کاری ندارم، همه ی برنامه هم هماهنگ کردم. خب اینقدر عصبی نشو گورو، بیا تو. ایشون اومدن، طبقه بالا منتظر شمان. بریم عزیزم، منتظرش نذاری. بریم دیگه، بیا. تو کجا گورو؟ ما جلسه مشاوره داریم. ما هم داریم. جهان، خانما، به مشاوره خانوادگیمون خوش اومدین. بیا بریم. مثل دیوار جلو روم نشستی. این حرفان برای تو هیچ مفهومی ندارن. من به وقتش خیلی حرفا زدم چیچک. اون موقع حرفای من برای تو مفهومی نداشتن ها؟ داری مقابله به مثل میکنی، میخوای انتقام بگیری؟ آره باشه بگیر، راضیم، تحمل میکنم. اما لااقل باور کن که الان خیلی ناراحت. وقتی من ناراحت بودم تو حرفای منو باور کردی؟ تانر اینطوری نکن دیگه. من عکسای بوسه هاتون رو دیدم، فکر دیگه ای نمیتونستم بکنم. از کجا به ذهنم میرسید که قنچه برام تله گذاشته؟ وایسا نرا، یه شانس دیگه بهمون بده. تو به وقتش به من شانس ندادی چیچک. من چی کار کردم ها؟ کنار نکشیدم، دنبال دویدم، خیلی خسته شدم. حالا نوبت توه بودو، هر چقدر میتونی بودو، ببینم تو هم میتونی مثل من یه نفس بدوی یا نه. میخوای منو امتحان کنی تانر؟ آره میخوای اینطوری شکنجم کنی، امتحانم کنی؟ فعلا صبر کن چیچک، کدوم شکنجه ای؟ تازه شروع شده. محبوبه، آخ محبوبه، کجایی بلای جونم؟ بیدار شدی شوکت؟
برای من یه قهوه درست کن، یه مسکنم برام بیار، سرم داره میترکه. میخوای تو اتاق خودت استراحت کن، من قهوتو برات میارم اونجا. خب قهوهمو بردار بیار اینجا، من دارم میرم بیرون. راستی من کیفمو پیدا نمیکنم، اونم برام بیار. مادر چی کار کردی؟ تو فکر کردی کار دیشبت بدون مجازات میمونه؟ ولی اونا کارتای من. نه، مال تو نیستن، مال منن. این کارتا مال منن، درست مثل این خونه که الان توشی، درست مثل ماشین زیر پات، کت و شلواری که تنته، ساعتی که تو دستته، مثل هر چیزی که فکر میکنی مال توه. اون کارتا مال منن. ولی مادر، من جیرتو بریدم، بعد از دیشب هیچی نمیتونه برای تو مثل سابق باشه شوکت. مادر نمیتونی این کارو با من بکنی، چرا؟ خیلی خوبم کردم. از این لحظه توی بانک هیچ پولی نداری، از حساب مشترکمونم تو رو حذف کردم، همه یه حساباتو بستم و کارتاتم باطل کردم، یعنی دیگه یه ذرم پول نداری. یه قدم مونده که تو رو از این خونه بیرون کنم، فقط یه قدم مونده. سرتو بلند کن، به من نگاه کن و خوب گوش کن ببین چی میگم. یا از این شانس آخری که بهت میدم استفاده میکنی یا خودتو جمع و جور میکنی و منو قانع میکنی که حقت چیزایی که ازت گرفتم و بهت برگردونم، یا اینکه یه اشتباه دیگه میکنی و حتی خونهی که توش زندگی میکنی و از دست میدی. ببخشید ولی چقدر دیگه باید اینجا تو سکوت منتظر بشیم؟ بهتون گفتم اینکه کی شروع میکنیم به شما بستگی داره، ولی شما ستا هیچ حرفی نمیزنین. مگه اینجوری نیست که شما باید یه سوال یه زمون بپرسین؟ یعنی ما خودمون باید حرف بزنیم؟ بله، من از شما دقیقا همینو میخوام، اینکه بین خودتون یه صحبت روزمره شروع کنیم. اونور این چه جورشه دیگه؟ یه مدل تسته؟ گلفام خواهش میکنم بشین، جهان میخواست یه چیزی بهت بگه ولی تو اصلا متوجهش نشدی. معذرت میخوام. متوجه نمیشه گلفام دیگه. تو چی گفتی؟ گفتم تو متوجه هیچ کس غیر از خودت نمیشی. البته متوجه شدم. بزرگترین و پیچیده ترین مشکل گرو با من. البته خصوصیت بزرگ گلفام مسئله دیده نشدن همه غیر از خودشه. بذار من سری تصحیحش کنم، مسئله دیده نشدن توه. من همیشه حواسم به برادرم هست. عجب، واقعا میگی؟ جهان جون از خواهرت بپرس وقتی به این خونه برگشت خبر داشت تو چند سال بود پازل میچیدی؟ جهان جون به نظرم تو اصلا جواب نده. چرا داری پرت و پلا میگی؟ جریان پازل خیلی قدیمیه. تو وقتی به این ویلا برگشتی در مورد جهان هیچی نمیدونستی، حتی اونو نمیشناختی. جهان این خیلی تکرار میشه. چی؟ از جهان پرسیدم خانم، نه از شما. خیلی تکرار میشه، انگار من پیششون نیستم، همش با هم دعوا میکنن،
بعضی وقتا طوری به هم نگاه میکنن که انگار اصلا من وجود ندارم، انگار نیستم، انگار صدامو نمیشنون. در اصل برای هر دوشونم وجود ندارم، وجود ندارم. خوش اومدی. سلام الیف. تایگو اومده، خوش اومدی. دلمون برا تنگ شده. امو سینان حالتون چطور؟ کی اومده؟ بابا حکمت. تایگو خوش اومدی دخترم، خوش اومدی. سری قبل شطرنجمون نشد. یادم نرفته بابا حکمت. بذار یه سر به بابام بزنم بعدش میام مسابقه میدیم. تو چطوری خاله حلیمه؟ ممنون عزیز دلم، دخترم خوش اومدی. اون جوان کیه؟ چطوری خاله جون؟ خوبم دخترم. به به، اومدیم دست پدرتو ببوسی. خدا خوشبختتون کنه. ببین چی میگم. شنیدی؟ من یه سر به بابا میزنم بعد میام پیشتون. باشه. همه تو رو میشناسن. خیلی با مزن مگه نه؟ دایگوی من، دختر خوشگلم، دختر با نمکم. آخ تو بابا با قهر کردی. آخ 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 آخ، سرتو ننداز پایین. با هم قهر نکن دخترم، بابا حالتو خوب میکنه، بهت آب میده. آها خوبی؟ بابا جون من اومدم. ببین دخترم، برامون مهمون اومده. ما اومدیم بابا جان. ببخشید دخترم، من همش اسم شما رو یادم میره. اسمتون چی بود؟ دویگو. شنیدی دخترم، اسم این خانمم دویگوه. زود باش جهان، منتظرم. برامون تعریف کن. ببین خواهر و زنه پیشتن، اونا دارن گوش میکنن. هرچی تو دلته که میخوای بگی بگو. زود باش جهان. با اون مرد ازدواج کردی، زنم و شاهد عقدتون کردی. همه به ما نگاه میکردن، از لجت این کارو کردی. همه از ما حرف میزدن. تو اینو فهمیدی گلفا؟ من خیلی خجالت کشیدم، خیلی خجالت کشیدم. تو ندیدی ولی من تو رو دیدم. تو کل شب به گل رو نگاه میکردی. برای همین منو ندیدی. من مثل شما نیستم گلفا،
مثل شما نیستم ولی احمقم نیستم. من چشم دارم، همه چیو میبینم. روزی که به این ویلا اومدیم و دیدم تو به زور اومدی اینجا، من برای تو مثل این ویلا، مثل بیمارستان، مثل زمین و خونه فقط یه میراث بودم که بابام برات مونده بود. میراثی بودم که خجالت زدت میکرد، نه این که بخندونت تو راضیت کنه. تو بچگی هم ازم خجالت میکشیدی. خوب یادمه بابا با کلی از دوستات میومدین اینجا. میگفتی خالده برو در اتاق جهانو قفل کن. لرزیدنامو این که لکنت داشتم بابا باعث میشد بترسی که منو ببینم آبروت میشه همشو بره. تو همیشه از من میترسیدی گلفا. به من نگاه کن، به من نگاه کن. چیزی که میترسیدی سرت اومد. بابامون چیزی رو که بیشتر از همه ازش میترسیدی برات به ارث گذاشته. زن خوشگلم کسی که حتی با نوک انگشتشم بهم دست نمیزنه. تنها دوستم. اولا براش مهم نبود که کی چی میگه، فقط منو میدید. دردامو، ناراحتیامو، شادیامو میدید. به بقیه نه. به من اهمیت میداد. ولی الان میخواد تو این ویلا که من التماسش کردم از اینجا بریم به خاطر حرف مردم بمونه. زن خوشگل من عوض شد، آرزوهاش عوض شد. قبلنا رویاهاش فقط اون کاغذ و قلم و مداد رنگی ها بودن. این ویلا از که تا حالا تو رو به رویهات رسونده گل رو؟ به من نگاه کن گل رو، خواهش میکنم به من نگاه کن. جان تو هم دیگه منو نمیبینی. بگیم این کور بود. تو که کور شدی گل رو؟ کی چشمای زن منو کور کرد؟ کی؟ نمیخوای جواب بدی گلفام.
مبادا مبادا منو مقصر بدونی. خانوما این مشاوره برای جهانه، نه برای شما دوتا. برای امروز ممنونم. با اجازتون میخوام با جهان تنها ادامه بدم. گلفام خانوم شیطان، باز باهاش چی کار کردی؟ دختر شیطان حرف بزن ببینم چی کارش کردی. زود باش. یعنی که چی کار میکنی؟ خواهرمو ول کن. بیا عزیزم، چی شده؟ تو باید با اون ماشین میرفتی زیر کامیون. میذاشی همه ایده قدلیمو سر اون زنی که خالی میکردم. چپ و راست میگه ماشین. گل رو این زنه یه چیزیش هست. آبجی یعنی چی آخه؟ خودش ترمزه یه ماشین رو دستکاری کرده؟ درسته خالده یه جادوگره، ولی دیگه نه در این حد. اگه باشه چی؟ اگه زنی باشه که هر کاری بتونه بکنه چی؟ گل رو، من بهت دروغ گفتم. چه دروغی؟ خالده با جوهر نمک عمدن دستم و سوزون. چی؟ وایسا آروم باش، گوش کنی همش رو برات میگم. پرسید با کدوم دستت گلفامو زدی؟ با کدوم دستت؟ این زن فقط برای این که به گلفام سیلی زدم دست منو سوزوند. یادم روز تصادف مرتب سراغ تو رو میگرفت. گلرو خانم کجاست؟ به تو چه ربطی داره ها؟ این چه طرز حرف زدنه؟ بی ادبی نکن، کارش دارم که میپرسم. مرده؟ گلفام سپاهی به شدت مجروح شده. آبجی آبجی شما دارین اشتباه میکنین. گلفام سپاهی نه، گلرو. آبجیم تصادف کرده. میگه آبجیم تصادف کرده. اگه این یه تهمت، گناهش رو گردن میگیرم. ولی یه چیزی به هم میگه، کار خالده بوده، ولی نمیتونیم ثابتش کنیم. ثابتش میکنیم. وایسا چی کار داری میکنی؟ آبجی تو دخالت نکن، همینجا بشین و منتظرم باش. میدونم باید چی کار کنم. به آخر خط رسیدی خالده، میدونم چی کار کردی. خدایا آخه این چه کاری بود من کردم؟ کار خوبی کردم یا بد نمیدونم. عهده زندگی تو این ویلا برمیان، این که هر روز از جلوی در اتاقشون رد بشی، این که بدونی گررو باهات زیر یه سقف زندگی میکنه، اما جلوی چشمت کنار شوهرش میخوابه رو میتونی تحمل کنی. زمزمه هایی که از اون اتاق میاد، خنده ها، دونستن چیزایی که پشت اون در اتفاق میفته زجرت نمیده. اون اتاق تو رو به سمت خودش نمیکشونه. این گزارش تازه اومده، توش عکسایی هست که از دوربینه گرفته شده. خالد خانم همه چی مشخصه.
سعی کردی منو بکشی. دیگه نمیتونم دخترمو ببینم. دیگه نمیتونم دخترمو ببینم. کدوم دختر؟ چرا پرت و پلا میگی؟ مریضی. جالبه، اول سعی کردی منو بکشی، حالا هم از بچه‌ای که نداری حرف میزنی. تو زندگی دخترمو جهنم کرده بودی، نذاشتی یه نفس راحت بکشه. من هر کاری کردم به خاطر اون کردم، به خاطر دخترم کردم، هر کاری کردم به خاطر دخترم کردم. ای خدا، خدا اونو از من اگه خدای اونو ازم نگه. خالد خانم، ای خدای، خواهش میکنم منو جای اون ببر. خالد خانم نمیتونه نفس بکشه، کمک کنی لطفا پرستار. یکی بیاد. خالد خانم، یعنی چی؟ تو مادر گلفامی؟ من مادر گلفام سپاهیم. من مادر گلفام سپاهی هستم. اون دختر منه. گلفام دختر منه. دختر من. اینجا چه خبره؟ شما تو اتاق من چی کار میکنی؟ خالدی؟ چی شده؟ برای چی گریه میکنی؟ تو؟ چی کارش کردی؟ چرا گریه میکنی؟ این چیه؟ برای چی گرفتیش دستت؟ چی کار میکنی خالده؟ من همه چی رو. خالده دیگه تمومش کن. موضوع چیه؟ چی رو تموم کنه؟ بینتون چه اتفاقی افتاده؟ خالده میشه لطفاً گریه کردن رو بذاری کنار؟ همین الان جوابامو میدی. تو این اتاق چی کار میکنی امید؟ تو این اتاق من چی کار میکنی؟ چی جواب بده؟ یه چیزی بگو. تو این اتاق چی کار میکنی؟ آروم باش، باز بهت حمله دست میدم. من خیلی هم آرومم، تو جواب منو بده. تو این اتاق چی کار میکنی؟ امید جهان چی شده؟ گردو این مهدی که اومده تو اتاق ما،
اومده تو اتاق ما. اتاقا رو با هم قاطی کردی؟ بیادبی نکن گرو. اونی که بیادبی میکنه شوهر توی گلفام. براش توضیحی داری؟ نه توضیحی ندارم. حالا دیدی شوهر تو دیدی گلفام؟ حالا فهمیدی چرا نمیخوام این آدم توی خونه باشه؟ دلیلشو فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟ باشه جهان، میشه لطفاً آروم باشی؟ این اتاق بابا اینا بوده، خب برای امیدم یه ارزش دیگه ای داره. لابد درش باز بوده، اونم اومده تو. من نمیفهمم شما چرا بد برداشت میکنین. در ضمن اصلا از رفتارتون خوشم نیومد. بهت گفته بودم، گفته بودم که تحملش به این آسونی ها که فکر میکنی نیست. من میرم یکم هوا بخورم گلفام. اگه یه بار دیگه اون آدم رو دوباره برای اتاقمون ببینم دیگه اینجا نمیمونم. چم میکنیم میریم، فهمیدی؟ یه دیگه یه لحظه اینجا نمیمونم. حق داری عزیزم، درست میگی. پس یعنی قبول کردی اگه یه بار دیگه اون آدم و این طرف رو ببینم تو این خونه نمیمونیم، از اینجا میریم؟ قبول کردی دیگه؟ جهان دیگه هیچ اتفاقی نمیفته. من سرم خیلی درد میکنه، برم یه قرص بخورم. نمیدونم راست گفتی یا یه دروغی سر هم کردی، اما در موردش حرف میزنیم خالیده. تو دروغ گفتی. اون برگه ها رو دیدم. هیچ فیلمی در کار نبود. تو گولم زدی. خواستی ازم حرف بکشی اما نتونستی. من هیچی بهت نگفتم. هرچی بگی از خودت گفتی. باورت نمی کنن. تو به هم گفتی مادر گلفامی خالیده. حالا داری انکارش میکنی؟ من گفتم که اونو مثل یه مادر دوست دارم، منظورم این بود. داری دروغ میگی. من گلفام سپاهی رو مثل دختر خودم دوست دارم. موقعی به دنیا اومدنش بودم، بعد از مرگ مادرشم من براش مادری کردم، منظورم همین بود. خالده، خالده، چی شده خالده؟ چرا وقتی صدای گلفامو میشنوی میترسی؟ ترسی ندارم. هرچی دلت میخواد بهش بگو. به اونم همین حرفا رو میزنم. میگم که اونو مثل دختر خودم دوست دارم. اونم فقط به خیال بافیایی تو میخنده. فقط همین. ها؟ بریم سراغ مسئله شما. چی شده خالده؟ ازت سوال کردم چی شده خالده؟ حرف بزن ببینم. من به این که خالده ترمز ماشینم رو دستکاری کرده باشه مشکوکم. بعد تو از این جیغ جیغ ترسیدی و گریه کردی. واقعا که نه دیگه، این نشونه پارانویاست گرو. به نظرم تو هم برای مشاوره برو پیش اونو. آه، حالی که حرف آقا نور پیش اومد، به نظرم این اواخر اونم به مشاوره احتیاج داره. تو برو اتاقمو مرتب کن خالده.
تو در مورد اونور چی رو میخوای به من بفهمونی؟ نمیخوام چیزی رو بفهمونم، دارم روک میگم. من تو رو با اون دیدم، باش دوست بودی. اونور صمیمیترین دوست امیده. تو هم الان زن امیدی. ببین کی داره زندگی منو زیر سوال میبره. بعد از امید اولین بار بود که از یه نفر خوشت میومد، مگه نه گلفا؟ اما وقتی من اون فرصت رو بهت دادم که بتونی امیدو به دست بیاری، طبیعیه که بی خیال اون بشی. چه جالب، ادامه بده، بریزشون بیرون. آخه از وقتی ازدواج کردم منتظرم بالاخره یه روز روبرون وایسی و ازم حساب پس بگیری. اما انگار تازه تونستی قدرت تو یه جا جمع کنی، نگرو. وقتی شاهد عقدمون شدی اینقدر جیگرت سوخ که قدرت جلو روم وایستادن و تازه به دست آوردی. تو هرچی دلت میخواد بگو. امید بدون اینکه چیزی بدونه فقط از لج من بود که اومد سمت تو، ولی اجازه نمیدم بر علیه هم ازش استفاده کنی. طفلکی گرو کوچولو، یه دل شکسته. اگه خاطرت باشه بهت گفته بودم عشق ضعف بزرگیه.